درود و سلام بر شما به گفتگوی ویژه از یک خوش آمدید. مسیر امروز و فردای افغانستان سرانجام به کجا منتهی می شود؟ افغانستان پس از جمهوریت یکی از محورهای اصلی نشستهای منطقه و جهان بوده است. نزدیک به 2 سال از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان سپری شده. اما رسمیت بخشیدن حکومت سرپرست افغانستان معمای حل ناشده برای حکومتگران کنونی افغانستان باقی مانده است. حکومت فراگیر، حقوق بشر و رفع محدودیت‌ها بر بانوان افغانستان یکی از خواسته‌های جدی جامعه جهانی مبنی به رسمیت شناختن حکومت سرپرست عنوان می‌شود. در کنار این، فقر، بحران مهاجرت، نبود فرصت‌های شغلی، وضع محدودیت‌ها بر بانوان و موارد اجتماعی دیگر از مؤلفه‌هایند که اکنون مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. برای واکاوی بیشتر وضعیت کنونی افغانستان، مهمان من در بحث امشب بانو محبوبه سراج، عضو خانواده سلطنتی افغانستان، نامزد صلح نوبل، کنشگر سیاسی و فعال حقوق بانوان هستند. بانو سراج، خیلی ممنون از اینکه بر ما فرصت گذاشتین. میخوام که اولین پرسش را این گونه مطرح بکنم. خانم سراج، شمایی که از خانه تا به دفتر آمدین، مسیر را وضعیت اجتماعی کابل را چگونه یافتین؟ فکر میکنین که هنوز هم آل و هوای کابل آل و هوای عادی است برای مردم؟ تشکر بسیار زیاد از اینکه ما را میمان کردین. ما اول میخوایم بگویم که سلام و احترامات ما به تمام بیننده های تلویزیون شما و بر شما ها. ما تلویزیون یک جمله تلویزیون هست که ما بسیار زیاد دوست دارم و میخوایم که و خوش هستم امروز که میتونم امرا شما گپ بزنم. ما اوضاع افغانستان این 2 سال شد که از وقتی که امارات شروع به کار کرد دامن افغانستان از نزدیک 2 سال است، 15 آگست. ما اوضاع افغانستان از امروز اولی که اینا در آمدن دامن افغانستان تا به امروز یک تغییر دامنش من میبینم و همیشه هم دیدیم و امروز هم وقتی که از دفتر میامدم تا بین اینجا امو تغییرات هم میدیدم اسم میکردم. اما تغییرات اصلی کلانتری که دامن افغانستان هر روز واقع میشه او قدر شاید به چشم نخوره یا لازر و او تغییرات زیادتر در ایسه عدم موجودیت و یا کمبود زنها و ایسه گرفتن زنها به جامعه افغانستان است که حس میشه در لابلای ساختار جامعه افغانستان در لابلای ساختار جامعه افغانستان بسیار زیاد حس میشه به خاطر از اینکه نقطه نظر بزنس ها دیگه نیستن، از نقطه نظر زن ها بسیار حصه داشتن دامن از این مملکت، اینا در دفاتر کار میکردن، اینا دامن موتروانی میکردن، در سر سرک ها آدم میدیدشان، اینا بزنس ها داشتن که اینا بزنس ها رو میچلاندن. زن افغان بسیار حصه داشته این مملکت، اما متاسفانه امروز زن افغانستان مطلق محو شده میره و این محو شدن زن افغانستان یک مسئله به حد و اندازه مهم برای ما مردم شده. درست. خانم سراج، با این موارد میپردازیم، موارد داخلی که میاییم. یک چیز بخواستم که بدانم از شما، چون شما کنشگر قبلی هم بودن در دوره جمهوریت، هم نقش شما خیلی ها برجسته بودن در ساختارهای اجتماعی افغانستان، بالخصوص در حوزه بانوای افغانستان. میخوام بدانم که تعریف شما از جایگاه زن در جامعه افغانستان چیست؟ در طول تاریخ اگر شما یک گذشته داشته باشین یا برگشت داشته باشین به تاریخ افغانستان و امروز هم اگر شما بگوین زن واقعا چی جایگاهی داره در ساختار افغانستان؟ در ساختار تاریخی افغانستان زن جایگاه خود داشته، بعض وقتا بهتر از بعض وقتای دیگه کرده. بعض وقتا به طول تاریخ افغانستان نظر به اینکه کی بوده، کی به قدرت بوده، اوضاع اجتماعی چطور بوده، همسایه های ما چطور بودن، دنیا در کجا بود، اوضاع زن های افغانستان به نظر به او فرق میکرد. مگر ای که افغانستان در تاریخ خود یا در گذشته خود زنهای خارق العاده نداشته که اونا پیشگاه و پیشقدم بودن و بودن در نقطه نظر تعلیم و تربیه و علم بودن، از نقطه نظر پیشگام مسائل دفاعی افغانستان بودن، مثل ملاله ما که بود و یا زنهای دیگه که بودن، اینا بودن. اما بعض وقتا اینا گم میشدن، از مابین چی کشیده میشدن. مگر این تنها سر مسئله زنهای افغانستان نبوده، این موضوع سر تمام زنهای دنیا بود. مگر او خو تاریخ گذشته است، او خو قرنهای گذشته است، او خو یک تاریخ گذشته است. امروز ما به یک تاریخ در قرن 21 دنیا قرار گرفتیم.
دنیا امروز یک قرن 21 است. 1402 سال از چی از رسالت پیغمبر خداوند تیر میشه، از چی 2023 از عیسویت تیر میشه. این می رقم تمام مذاهبی که دامن دنیا بودن از دیان مختلف، اینا سالهای سال تیر میشه از تمام از موجودیت زینا برای دنیا، و دنیا به حالت تغییر است. اقدر به حالت تغییر است که امروز ما طرفی که داریم به دنیا، طرف ما آسمان هاست. ما امروز امروز سیاره ها کار داریم، ما امروز امروز دنیا امروز آسمان کار داریم، و امروز عامل از به این حالتی که دنیا پیش است روان است، همی کره زمین است، همو عین چیز. مگر افغانستان باید زنش و زندگیش و همه چیزش آهسته آهسته بتانه قدم به قدم باشه پیش. مگر زن افغانستان هست به هر مرحله که دنیا پیش میره، زن افغانستان اونم قچان قدم صد قدم پس میره. دلیل در چیست خانم سراج؟ اگر چی یک سال اگر کلتر مطرح بکنم، همیشه محور سیاست ورزی سیاستگران افغانستان، منظور همون نخبگان علت های سیاسی باشه، همیشه زن را به عنوان بیشتر نگاه های ابزاری سیاسی استفاده کردن. اگر مثلا در دوره جمهوریت بوده، همین گونه نگاه هایی بودن که شما هم روایت های از بعض وکلا داشتن در صحبت هایی که ما شما داشتیم. میخوایم اینو بدونم که علت در چیست؟ فکر میکنین که واقعا زنای افغانستان نتونسته که همان حق و حقوق را که شریعت، حق و حقوق را که قانون، حق و حقوق را که قواعد بین المللی تعریف کرده خودشان کسب کردن نتونسته، به یک نحو مطابق یک سلسله قواعد های باز تعریف شده آمدن، همین علت های مردانه اینا را بیشتر محدود ساختن و منصور ساختن به چهار دیواری خانه. ما فکر میکنم که علت های مردانه اینا را راستی یعنی بند ساخت به تا به چهار دیواری خانه با تمام مانا، به خاطر که راستی یک مسئله سیاسی است، یک مسئله موضوع قدرت است. و موضوع عزیز که نظر به تعریفی که از دین اسلام میشه و نظر به برداشتی که از دین اسلام میشه، اینا با مرقم خودشان ایره گرفتن، تغییر دادن، هر کس در زمانش برای از اینکه چطور بتانه که یک شستشان بالا باشه و چطور بتانن که حقوق زنها رو اینا بتانن که پایمال بکنن. دیگه از او خاطر این مسئله یک مسئله سیاسی شد، یک موضوع سیاسی است امروز و یک موضوع سیاسی باقی مانده. زنهای افغانستان بازی های خود یعنی حصه گرفتن خودشان هم امون رقمی که قرار است و رقمی که باید باشه نشده تا باله. که اینا باید از ذره زیادتر از چیزی که امروز میکنن، اینا باید میداشتن، اینا باید چی میکردن، یعنی چی بگویم براتون، حصه زیادتر میگرفتن. متاسفانه که نگرفتن، و چون که نگرفتن امروز ما به حالت هستیم. مگر امروز باز هم یگانه صدایی که دامن دنیا میبره از افغانستان، باز هم صدای زن افغانستان است، که زن افغانستان این مسئله افغانستان را در دنیا زنده نگاه کنه. و تا که ما بمریم کل ما، تا زمانی که زنده هستیم، ما این کار میکنیم و این صدا را زنده نگاه میکنیم. درست. بانو سراج، پس از تحولاتی که در سال 2021 در افغانستان آمد و امارت اسلامی برای بار دوم آمدن حاکمیت و کرسی افغانستان را گرفتن، اکثریت فعالین حقوق بانو از افغانستان بیرون شدن. بله. ولی شما هنوز هم در افغانستان حضور دارید. میخواستم در این مورد یک وضاحت داشته باشم. ما جان در افغانستان در سال 1978 با آمدن کمونیست ها دامن از مملکت، ما مجبور شدم مملکت خود ایلا کنم. در 1978 ما مجبور شدم که افغانستان ایلا کنم، به خاطر از اینکه ما در مو وقت با یک خانواده عروسی کرده بودم که او مربوط خانواده شاهی افغانستان بود، و ما را اینا گرفتن دامن بندیخانه انداختن. ما بندیخانه پل چرخی افغانستان افتتاح کرده، ما جمله کسایی هستم دامن از بندیخانه بودم. و ما امو وقتی که این مسئله شد و ما کدام چاره دیگه نداشتم، به خاطر از اینکه تمام زنای خانواده را گرفتن بردن دامن بندیخانه انداختن، این دفعه وقتی که ما بعد از ده سال 2003 که ما پس دامن افغانستان آمدم، ما بر خود وعده کردم که این مملکت ما است. ما سالهای سال بیرون از افغانستان زندگی کردم، در جای شک نیست. مگر ما آمدم به 2003 دامن افغانستان بر از اینکه ما بتانم که چی کنم، اینجا امرای زن افغانستان کار کنم و امرای زن افغانستان کار کنم و بتانم که مصدر خدمت شوم برای زنا و باشم دیجا. وقتی که طالبا رسیدن به 15 آگست، من دامن افغانستان بودم و برای من تمام از اینا میگفتن دنیای بین الملل کار تو بخی برای. من گفتم چرا برای؟ ما چی بد کردیم؟ ما چی غلط کردیم؟ ما چی اشتباه کردیم؟ دامن افغانستان در مقدر سالی که بغیر از خدمت ما کدام کار دیگه نکردیم.
من خدمت ادامه میتم. ما هستم. شما خود نمیتونین که 20 میلیون زن افغانستان کلش بکشین از اون افغانستان. هر وقتی که 20 میلیون زن کلش دنیا کشید باز ما مبرایم با وجود بلن. بیرون شدن فعالین حقوق بانوان در کل وکلا تمام سیاستگرایی که زن بودن در کنار که طبقه ذکور هم بیرون شده یا سیاستگرای افغانستان بیرون اونا هم بیرون شدن، فکر میکنین که بیرون شدن از اونا معجب بوده یا ماندن شما معجب است؟ نه، من فکر میکنم که بیرون شدن از اونا شاید بعضشان امیال اشتباه کرده باشن، فکر کنن که راستی چرا برآمدن، معجب بوده باشه بگن که نه کاش که نمی‌برآمدیم. یک تعداد دیگه از اینا برآمدن به خاطر از اینکه نظر به کارهایی که کرده بودن دامن افغانستان، نظر به گذشته که داشتن، شاید زندگیشون به خطر بود، از او خاطر برآمدن. و گرچه که در شروع اتر نشد، مگر آستاستا ما دیده میریم که دامن افغانستان امیر رول زن دامن از این مملکت داره بالکل چی میشه؟ چی میگم؟ تو داره از بین میره دیگه. ما زن افغانستان امروز دامن افغانستان داره محو میشه. و این خود از این باعث به حد اندازه پریشانی و نارومی برای کل ماست کسایی که در اینجا مانده. و این موضوع باید که از یک رای نه یک رای باید حل شد، به خاطر از اینکه رقمی دوام کردن نمیتونه. شما که در افغانستان ماندن هم مورد انتقاد بودن و هنوز هم مورد انتقاد هستن، میخوایم بدانم که اکثریت بانو از شما انتقاد میکنن، دلیل در چیست؟ اکثریت بانو از من انتقاد نمیکنن. اولی که یک تعداد از بانو از من انتخاب میکنن به خاطر از این که اینا دلایل خود ما یقین دارم دارن. بسیاری از اینا یا بعضی از اینا شاید کسایی باشن که ذریعه مردم های دیگه اینا گفته میشن که باید این کار بکنن یا هر رقمی که هست، من نمیفهم راستی، من خبر ندارم. اما دلیلی که اینا این کار میکنن به خاطر از این که اینا مرا ما وقتی که دامن افغانستان گپ میزنم درباره حقوق زن، یک مسئله را ما باید فراموش هیچ کدام ما نکنیم که ما مردم امیال دامن افغانستان زندگی میکنیم. و از اون نقطه نظر چون که ما کل ما زندگی میکنیم، ما باید یک مقدار چیزها را مد نظر بگیریم. و این عبارت از این که ما چطور بتانیم امروی محیطی که دامن از ما زندگی میکنیم جور بیاییم. اگر ما امروی محیط جور نبیاییم، ما خود زندگی کده نمیتانیم. باز اون اموز که ما از بین میرم. ما امروز یک مسئولیت های بسیار کلان دارم دامن از این مملکت. ما یک شلتر دارم، ما پس خانم های چی میگردم، چی میگن امی خانم هایی که مقابل از اینا بسیار فجایع شده دامن زندگی از اینا، اینا دامن شلتر های ما دامن خانه های امن ما زندگی میکنن. ما مقابل زن و مرد از این مملکت یک تعداد مسئولیت ها دارم. ما برای یک تعداد خانواده های از این مملکت ما برای اونا کمک میکنم که هیچ کس من نمیگم، هیچ کس خبر نداره. اینا کلشان در زیر چی ما هستن؟ یعنی امو چی میگن زیر امو چتر ما هستن که ما از اینا دفاع میکنم و از اینا خبرگزاری میکنم. و اینی تمام و مردم خبر ندارن که ما چی میکنم دامن افغانستان. خود از این باعث از این میشه که اینا فکر کنن که مابوب اصلا کدام چیز نمیکنه، هیچ وظیفه نداره، از او خاطر ایره هرچی که ما میگیم بگویم و دیگرام از سر از اینا تاثیرات خود دارن و هر کس اینا رو با مورایی که میخواهم میبرن و از او خاطر اینا یه پاره میزنن. و یک مسئله مهم دیگه که دیسی بعضی از اقوام افغانستان و بعضی از کسایی که دامن افغانستان اتنیسیتی هایی که دامن از این مملکت زندگی میکنن، مسائل تاریخی را از ما جوابشان میگیرن، در حالی که اینا باید بفهمن این مسئله را که ما مسئولیت تاریخ از این مملکت نظر به این که من نواسه یا کواسه یا چی یا کی هستم ما ندارم. جان از او خاطر از ما باید این چیزا گرفته نشه که یعنی از ما چرا پرسان میشه. هر کس مسئول رفتار و گفتار خودش است، خب قانون از این مملکت است دیگه. اما خب این چیزا واقع میشه و یک بحثی که خانم سراج خیلی در رسانه ها پرس و پال شد، بحث نامزده شما در جایزه صلح نوبل یا نوبل بود. بله، که اتفاقا برای ماها هم نامه های امضا شده رسید که شما به یک نحو عامی حکومت کنونی افغانستان یا امارت اسلامی هستن و از سوی دیگه شما نامزد یک جایزه بسیار ارزشمند. میخوام در این مورد هم دیدگاهتون رو داشته باشم که این موضوع از چی قرار است، شما با اساس کدام فعالیت ها چی گونه و چرا چی گونه شما نامزد جایزه صلح نوبل شدین و حالا وضعیت این جایزه از چی قرار است؟
جایزه صلح نوبل ما انتخاب نکردیم، یک کس دیگه ما را انتخاب کردن، مردمای دیگه انتخاب کردن، مردمای که از جامعه بین الملل هستند ما را انتخاب کردن. مردمایی که در جامعه بین الملل هستن ما را انتخاب کردن به خاطر می کارهایی که ما در 20 سالی که دامن افغانستان بودیم. ما خب از دوره طالبان نو نامدیم، ما خب سال 2021 در اینجا نیستم، ما سال 2003 در اینجا هستم و ما امرای زن و طفل و مرد افغانستان و امرای جوان و پیر از سرزمین ما کار کردیم. اندخته نظر چی تعلیماتشان کار کردیم، اندخته نظر تحصیلاتشان کار کردیم، اندخته نظر برای آماده کردن آسانی ها کار کردیم و ما به حد اندازه طرفدار یک صلح هستم. و یکی از دلایلی هم که امروز مردم مقابل ما استاد میشن به خاطر مو سیستم گپ زدن است که ما دارم، که من میخوام که صلح باشه دامن مملکت ما. من جنگ دیگه طاقتش ندارم. افغانستان اینی سال 45 است که اینا میخواین که برن باز به یک جنگ دیگه اگر بخواین بکنن. جنگ دیگه روی چاره نیست. اگر روی چاره جنگ میبود قدیم 45 سال حل میشد دیگه، اما قدیم 45 سال خود نشد حل. که نشد حل پس مانای زیر میته که ما باید یک روی دیگه رو پیدا کنیم. ما باید یک روی رو پیدا کنیم که ما بتانیم با هم دیگر خود یک زیست همزیستی صلح آمیز داشته باشیم. و اینه میره دنیا گوش کرد دید که ما دارم اینه میره. یعنی بیشتر همون فعالیت های دوره جمهوریت شما محور اصلی بوده تا اینکه شما به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل انتخاب شوید. بله. یک موردی که در اینجا باقی میمونه، اگر ما شما در عصر امارت اسلامی بیاییم، شما منتقد امارت اسلامی هستین یا می امارت اسلامی؟ ما هر دوش هم منتقدش هستم هم حامیش هستم. و هیچ حکومتی برای دنیا آمده نمیتونه که شما منتقدش و حامیش نباشید. شما باید اردوش باشید. اگر اردوش نباشید با شما نمیتونه. از کدام بخش حمایت میکنید و در کدام بخش منتقد است؟ از نقطه نظر حمایت مازی که من میکنم، که من چیز را که من میبینم که چی میکنم، گرچه کمیال آزر دیسه رفتار از اینا دیسه زنها دامن افغانستان به حد مقابل زن خراب شده، که من راست برتون بگویم بسیاری دفعه چرت میزنم که من چطور تا جرأت از امیر بر خود میتم که من این کارا بکنم. مگر چون من موضوعات دنیا را از یک نگاه نمیبینم، از او خاطر من میتونم که را تشریح بکنم که چرا. امروز افغانستان یک دوره فوق العاده تاریکه، یک دوره فوق العاده چی را برتان بگویم، یعنی پرفساد و بیمانا را در طول دو دانه ریاست جمهوری تیر کردن که از گست کرزای سه بود و یکی دیگه شما از اشرف غنی، مخصوصا به دوره های اشرف غنی. و این مسئله باعث بسیار بدبختی های افغانستان شد. با بسیار مردم ها دست دادیم، بسیار جوان های ما مردن، بسیار قصه از مملکت چی شد. به حد اندازه یک شکل و یک پوشش دیگر گرفت. و افغانستان یک مملکتی شد که چی شد؟ اشغال شد. ما را دنیا اشغال کرد، خلاص امریکا و دنیا ما را گرفتن و ما هیچ از خود آزادی هیچ چیز نداشتیم. ما استقلال خود هر سال جشن می گرفتیم برای چتیم و چون نفهم استقلال جشن می گرفتیم خود خیلی خیلی می ساختیم. ما نداشتیم استقلال. یعنی حضور امریکا را شما فکر میکنین که به یک نحو اشغال افغانستان بود؟ به تمام مانا. به یک نحو نه، بلکه به تمام مانا اشغال افغانستان بود. این حال اینمی مردم و چون ما خود ما یک کسی هستم که اندخته نظر آزادی از این سرزمین برای ما بسیار مهم است. درست خانم سرا، شما هم تقریبا 20 سال جمهوریت را دیگه زیر استعمار سپری کردین. بله 20 سال جمهوریت ما کل ما 6 تیم زیر استعمار زندگی کردیم به تمام مانا. خو یک مقدار چی براتون بگویم امکانات با وجود آمد، مگه چقدر از امکانات کمترین رشد استفاده شد؟ کاش که ما از امکانات میتونستیم تمام مستفاده های لازم رو بکنیم، از به جای اینکه این پول و سرمایه از این مملکت دامن جیبای مردم بره و بره خانه ها دامن ترکیه و دبی خریده شه. کاش که متر میشد. این خو نشد. ای خو کل از دامن افغانستان ای در جیوای مردم رفت. ای خو خلاص شد. ای خو فقر و بدبختی و کمبود تعلیم و تربیه و تحصیلات خو در زمان افغانستان از بین نرفت. یک تعداد مردم تانستن به جای برسن، یک تعداد دیگه مردم نتونستن به جای برسن. یک مقدار آزادی زن برای زن داده شد، اونم به یک رقمی که در ثانیه که دموکراسی دامن از مملکت آمد، دامن 24 سال طالب که دارم دموکراسی خلاص شد. این چه رقم دموکراسی بود؟ فکر میکنین که مشکل در ما بوده یا مشکل در ساختار یا مشکل از کسایی که افغانستان حمایت میکرد؟ کل ما. بازم هر سه مؤلفه شریک بوده. خانم سراج، شما با مقام های امارت اسلامی دیدار داشتین؟
با مقامات بلندشان ما بسیار میخواستم که دیدار داشته باشم، مگر متاسفانه که نتونستیم. مثلا ما امرای میخواستم رای ملا برادر سب یک مقام یک چی داشته باشم برم، به خاطر از اینکه تصادفاً او سال 1921 مولوی می خود ملا برادر سب چی میگن به نیویورک تایمز که یک از اخبارهای بسیار مهم دنیاست، او و ما اردیم و به جمله 100 نفر پر تاثیرترین دنیا بودیم، یعنی کسایی که سا مردم گپای ما رو گوش میکردن و گویا ما تاثیرات زیاد داشتیم سر مردم. و از اون نقطه نظر چون اردیم ما رو انتخاب کرده بودن در یک عین موضوع در مسائل اجتماعی و سیاسی بود، و ما میخواستم که امیر یک روز اگرمای ملا برادر سب بشینم و ببینم کمی نقطه چی میگن اشتراکات ما شما. بله اشتراکات ما چیست، مگر متاسفانه او هیچ برابر نشد برای اینکه ملا برادرم مثل تمام دیگرای از اینا امرای زنها نمیخواین ببینن یا ندیدن یا هر رقمی که بود، متاسفانه او نشد دیگه. از او خاطر ما دیگرایشان ما راستی بگویم ندیدیم، ما گرچه که امرای متقی سب دیدیم و امرای یک تعداد زیاد از اینا. وقتی که ما در نروژ رفتم به کنفرانس اولی که امرای طالبا بود، من امرای یک تعداد زیادشان دیدم که متقی امرای کلانترین از اون گروپ بودم و بودم وقت و اینا رفته بودن نروژ ام وقت که دیدم. بعد از اون دیگه باز هیچ برابر نشد، برای اینکه تمام سیاست طالبا بعد از اون زمان و یا از امارات بعد از اون تغییر خورد مقابل زنان. بانو سراج، از سیاست کنونی امارات اسلامی چقدر شما رضایت داره؟ از سیاست کنونی امارات اسلامی ما رضایتی که هیچ ندارم، به خاطر از ایست که امارات اسلامی نظر به اوضاع و رفتاری که مقابل زنهای افغانستان میکنه، اینا هم امکانات بر خود دارن استاد میکنن و امکانات راستی بر زن افغانستان. امروز زن افغانستان مثلا یک مسئله درباره موضوع اپارتاید گپ زدم که او بلکل یک مسئله علایده است که گفتم گپ می زدن مردم ها، مگر ما همو وقت شاید مده ای باره می خواستم بگویم یا چیز بگویم یا مردم که گپ می زدن، وان باعث ازی شد که مرا زیر اتک بسیار زیاد قرار بگیرم. مگر چیزی که امروز دامن دایسه زن افغانستان دامن افغانستان شده رئیس، زن افغانستان داره بالکل محو میشه از ریاضی سیستم و محو شدن زن افغانستان از تمام صفحه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از این مملکت به حد و اندازه یک موضوع چیست؟ یک موضوعی شده که برای ما به جای تأثیرم است، به حد و اندازه من آرام استم. امروز شما باور میکنین که نتانا این مسئله آرایشگاه ها که فرض کنیم که چرا اینا نیستن، موضوع آرایشگاه ها موضوع مزاق نیاور داره. این مسئله در شهر کابل تنها ما در حدود 12,000 آرایشگاه داریم. از ما بین 12,000 آرایشگاه هر کدام از این آرایشگاه ها امرای نفری هایی که برشان کار میکنن، هر کدام 3 نفر 4 نفر دامن آرایشگاه خود دارن، هر کدام از اینا از خود فامیلا دارن، هر فامیل اگه 7 نفر باشه شما این ضرب 12,000 بکنین ببینین که در حدود 300,000 فامیل فرد در این دامن ازی داخل میشه که وقتی که شما روزی رس پیش از اینا بگیرین دیگه باز اینا را جای کار ندارن. این مسئله آرایشگاه یک مسئله است که اگر این خوی رقم نمیشه که شما بگین که استادش کنین، اگر میخواین بازی چیزها رو در بارش استاد کنین، بگین اینی کار رو نکنین در آرایشگاه، اینی کار رو نکنین در آرایشگاه، اینی کار رو نکنین، مگر آرایشگاه استاد کردن خب بلکل بیمونه. اگه پس اگر کدام آرایشگاهی است که نقطه نظر اخلاقی رفتار درست نکده، اونا رو بلکل امراشون دیگه رقم رفتار کنین. اما 12,000 آرایشگاه شما نمیتونید یک شار بسته کنین، این فقط کابل است، باقی افغانستان بگوین در شاره کلان شاید یک مقدار در اونجا باشه. مثلا یا مثلا یک زن افغان دیگه میخواه یک کلچه پزی باز کنه، یک کلچه پزی دیگه بیشنه چند تا زن هستن کلچه میپزن و میفروشن، چرا مو روزی دست پیش از اون بگیرین و از اون پیش فامیلش و یا چند نفر که کار میکنه، چرا اینا رو ما رو چرا محو کنن؟ ما خب مرزی نامدیم برای دنیا نیستیم که ما محو شویم. اگر از بس زنان بگذاریم، خانم سراج، شما که یک کنشگر سیاسی هم هستین، در دوره های مختلف افغانستان شما نقشتون را داشتین و آنچه که شما میگین نقش شما هم تاثیرگذار بوده و حتی شما و آقای ملا برادر در یک سطح قرار داشتین، میخوام این گناه بدانم که ساختار کنونی حکومت افغانستان از دید شما ساختار قناعت بخش است؟
اگر ساختار قناعت بخش می بود خیر دنیا هم قبول میکرد دیگه. اما البته که ساختار قناعت بخش نیست که دنیا قبول نکرده و راستی نیست. امیال دامن از این ساختار مربوط یک گروه است، اما گروه ملا و مولوی است. این همین هستن که میچلانند افغانستان. این رقم خو نمیشه که دامن افغانستان ختنا ملا و مولوی خو نیست. ما برای از یک مملکت، یک سیستم، یک حکومت بچلانیم وقت مجبور استیم که کل مردم داخل کنیم. دامن از شما باید انجینیر داخل کنین، مهندس داخل کنین، دکتر داخل کنین، پروفیسر داخل کنین، تمام از اینا داخل کنین که زن داخل کنین. اگر نی چطور میشه؟ دامن یک مملکتی که از وابن 35 میلیون نفوس تا نصفش زن است نصفش مرد چی میکنین؟ بغیر از اینکه نمی این پلان داشته باشین که اینا رو حذف کنین. حذف کردن چطور میتونین حذف کنین یک تمام یک نسل یک زن؟ زن چطور میشه دنیا حذف کنه؟ این خو امکان نداره. زن خو اولاد به دنیا میاره، زن خو نسل به دنیا میاره. چطور امکان داره که این آدم حذف کنه؟ و در کجای اسلام این گفته شده؟ در کدام سیش؟ که ما نمیفهمیم. خیلی قرآنی را که خواندیم، دینی را که ما یاد گرفتیم، اسلامی را که ما میشناسیم، خیلی بلکل یک چیز دیگه بود. دلیلی که امارت اسلامی این گونه روی کرد را در برابر بانوا اتخاذ کرده از نظر شما چیست؟ اگر یک تفاوت هم بیاییم بگذاریم، مثلا در چهار اطراف افغانستان کشورهای زیاد اسلامی هستند، ولی آزادی های نسبی مطابق با قوانین تعریف شده جامعه خود دارند. بله. ولی در افغانستان این گونه نیست. شما دلیل را در چی میدانید؟ هر چی که باور بکنین من میپالم، من نمیافم می نمیره. باور بکنین. هر قدری که من میپالم که چی امکان داره باشه. چرا مترک چیز امکان داره شد؟ برای چی؟ اینا زن افغانستان نگفت که ما اجابه را که تو به سر ما گفتی ما او رو قبول ندارم. زن افغانستان نگفت که ساعت کاری را که تو برای ما گفتی ما قبول ندارم. زن افغانستان نگفت که رقمی که تو برای ما میگی درس بخوانم ما او رو قبول ندارم. زن افغانستان یکی از این کارا رو نکرد. اما زن افغانستان امروز حق یک چیز اینا رو نداره. چرا؟ در حالی که ممالک دیگه در اطراف ما دارن. اینا دنیا میفهمن ما میفهمیم. اینا لامیر برای ما یک کسی تشریح بکنه که چرا امطور میشه. باید بغیر از او که ما بشینیم و در جای ما فیصله بکنم که نه والا خیلی نمیار یک تعداد ما زنها خیلی باید بگویم که دیگه این راستی یک مسئله از یک موضوع سیاسی هم داره. این دور میشه، این بالکل با یک مطلق با یک جنوساید داره. ما بالکل مثل یک نسل شما میخواین از بین ببرین. این چی مانا میتونه؟ وقتی که شما دست از اینا رو بگیرین، نمانین به کار، اجازه نتین، تعلیم و تربیه یاد نگیرن، استادا رو از بین ببرین، جایی را که استاد درس میخوان از بین ببرین، بزنس ها رو از بین ببرین، همه چیز رو از بین ببرین، خیلی چی کنن این زنا؟ با شما برای خانواده ها، برای اطفال، برای نسل آینده چی با وجود میارین؟ چندان بچه که امروز خورد هستن اونا خو سبا یاد میگیرن چطور مقابل مادرهای خود استاد شد. یک دفعه که اونا مقابل اینمی نسل چوچک استاد شد مقابل مادر و خوار خود خو خلاص شد دیگه. همه چیز امی تمام امی سیستم جامعه از بین رفت. برای اینکه مسئله احترام از بین رفت، برای اینکه مسئله شناخت از بین رفت. خود طفل وقتی که برش که بیبیده اطراف خود بود با دلش میگهده که ما چرا مادرم خیلی به خیزم برم چی کنم احترام بکنم. امیال باور بکنید به خانواده ها شده که اطفالشان مقابل مادرها و خورای کلان خود استاد شده بچه ها. شما فکر میکنن که خانم سراج یکی از دلایلی که جهان امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسد همین مسئله است؟ یکی از موضوعات که اصلا نیست و بسیار مسئله مهمشان است. برای اینکه جان دنیا فیصله کرد، شاید ما اول اینا مشکلات داشتن ما نمیگم، مگر دنیا به این فیصله شد که زن و مرد در روی دنیا حقوقشان مساوی است. اینه میره دنیا فیصله کرد و دنیایی که دامن از دیگه دنیا اسلام در مابینش. درست. یک مورد که باقی مانه خانم سراج، بحث کمک های نقدی هم است. در حالی که شما میگین جهان از امارت اسلامی ظاهرا ناراض است، اما کمک های نقدی هم به امارت اسلامی انجام میشه. این بر اساس چی روایت های انجام میشه؟ به خاطر ما که ما نمریم. این کمک ها به خاطر ملت افغانستان است. این باور بکنید. این به می خاطر است که ملت نمره از گشنگی. امی خوراکی که میآید، پیسه که میآید، دوایی که میآید، توجهی که است. این شاید به خاطر از این نباشه که 300 هزار یا 400 هزار طالب چه فیصله کردن. این به خاطر از این است که 35-36 میلیون نفوس از این مملکت میمره. از او خاطر این کار میکنن و دنیا خود مسئول میدانه و باید هم مسئول باشه از این نقطه نظر. برای اینکه دنیا ما را به نمی حالت آورد و اینو باید حساب بگیره. مقصر اصلی یعنی جهان است؟ مقصر اصلی یکی بله و تمام مانا. برای اینکه معاملاتی که کردن، رقمی که رفتار کردن، رقمی که خود آوردن رسانه نتیجه شده. درست. اگر از بحث داخلی بیرون چاییم یک بیاییم یک سر بزنیم در ابعاد
سرنوشتی افغانستان. بانو سرا شما تاریخ افغانستان را حتما مطالعه دارین، مطالعه هم کردین. همیشه سرنوشت افغانستان در بیرون تعیین شده. نمونه های بسیار زیاد را ما داریم. مثلا یک نمونه بسیار نزدیک اگر بیایم مد نظر بگیریم، همی کنفرانس بن است. بعد از اون بحث دوحه است. و ممکن بعد از این هم رویکرد های جدید شکل بگیره. میخوایم دیدگاه شما را داشته باشم. دلیل در چیست که همیشه سرنوشت افغان ها، حکومت افغان ها و نوع نظامی که باید در افغانستان تعریف شود، او باید در بیرون ترمیم شود. دلیل شما در چی میدونید؟ این مسئله چی نیست جانان، افغانستان همیشه ترکایی نبود، گرچه یک وقتایی بود. تا وقتی به خاطر از اینکه افغانستان هم یک امیرت بود در اون زمان، نه مثلا امیر عبدالرحمن خان یا خاص کنه امیر حبیب الله خان، اینا امیرای افغانستان بودن، چون مسئله انگلستان بود، نه موضوع ازی بود که اون وقتا اونا دست داشتن سر ما در افغانستان. مگر بعد از اون جنگ افغان انگلیس شد، افغانستان خود آزادی خود گرفت. آزادی خود گرفت این میال حضرت امان الله خان، این پادشاه افغانستان جمله کسایی بود که داخل بود امرای میلیون هزارها افغان دیگه از هر قوم و هر نژاد و هر کدام ما کدام افغانستان هستی. اینا آزادی از مملکت گرفتن، استقلال از مملکت گرفتن. بهترین دوره دوره سلطنت ظاهر شاه بود، بخاطر که ظاهر شاه فیصله کرد که یک مملکت بی‌طرف میشه و برای اینکه مملکت بی‌طرف باشه، غریب مملکت مگر بی‌طرف، و این فیصله کرد که مسائل خودشه داخلی خودش فیصله میکنه، مسائل بیرون خدا میکنه، و به حد اندازه نمایندگی مقبول کرد از این سرزمین، از زنش امرای از زن افغانستان و خودش هم از خود افغانستان. آرزت هم امان الله خان به این ترتیب آرزت افغانستان پر امان الله خان که شروع کردی تا مزیده او خب بلکن یک خواه خیال دیگه برای افغانستان داشت. او خب افغانستان هم میخواست که در اونم زمان ژاپن و افغانستان در این زمان شروع کردن. ژاپن ببینه در کجا رسیده، افغانستان در کجاست. آرزت امان الله خان میخواست که امیر برسان افغانستان. چرا برای خود نرسید شما امان الله خان؟ شما ملاقات برای خود نرسید، برای زی که دامن از این مملکت یک چیزی که کلانترین و زیادترین از همه چیز دیگه حکومت میکنه جهالت است. جهالت همیشه امرای ما مردم بوده و از جهالت استفاده های بسیار منفی شد. او دوران هم فکر میکنید تأثیر گذار بوده و حکنون هم تأثیر گذار هست؟ او زمان هم تأثیر گذار بود، امروز هم تأثیر گذار است و معلوم دار دست دادن ممالک بیرون. برای اینکه افغانستان اندوخته نظر مسئله جیوپولیتیک خود و چه خود به حد اندازه به یک موقعیت قرار قلب آسیا راستی است، این جای شرق نیست و این مملکت با وجود خوردی خود، با وجود همه چیز، یک تاریخ فوق‌العاده داره و یک مملکت به حد اندازه سرمایه دار است. در زیر خاک از این چیزهای است که امروز دنیا به او ضرورت مطلق دارد. از او خاطر این مملکت بسیار مملکت مهم است برای دنیا و این دنیا با یه علاقه داره، میخواین که زیر دست خود داشته باشه، میخواین که تنزی و ما مردم ما نداریم امیر خوش، ما مردم به آزادی خود دوست داریم، ما دوست داریم که آزاد باشه و اینه به مسئله باعث از این شد که ما یک مملکت آزاد همش بودیم دامن دنیا، ما استقلال داشتیم، ما به طرف یک مملکت بودیم، ما فیصله خود ما میکنیم. بعد از 1978 بعد از بین رفتن داود خان که اولین رئیس جمهور افغانستان بود، تاریخ افغانستان به کل تغییر. حالا چی فکر میکنین که اکنون که ما در زیر چتر بیرق امارت اسلامی زندگی میکنیم، فکر میکنین که افغانستان مستقل باشه؟ امیال حاضر افغانستان از یک نقطه نظر بله، یعنی یعنی استقلالی که داره، از خاطر از اینکه دیگه یک مملکت ممالک اشغالگر دنیا دیگه اشغال نکردن افغانستان، و یکی از چیزایی که ما براتون دم اول هم گفتم که جمله چیزایی است که ما برش بسیار احترام دارم، این این مسئله. از اون خاطر و از اون نظر ما درست هستیم، ولی راستی میتونیم پیش بریم، مگر دیگه نال وقتی است که ما باید مملکت خود راستی به دنیا معرفی کنیم و بگوییم که ما کی هستیم. ما باید این فیصله کنیم، ما باید این فیصله کنیم با همدیگر همدست شویم، ما با همدیگر یک جای باشیم. آیا ممکن هست؟ ما باید این ممکن بسازیم جان، ما باید بسازیم. چی زمانی باید این ممکن شود؟ در طول تاریخ، در لا ولای جغرافیا و تاریخ افغانستان و اجتماع افغانستان، بس از وحدت ملی و بس از همزیستی مسالمت آمیز، بس از استقلال و بس از غیرت افغانی زده میشه، ولی در عمل ناپدید هست. فکر میکنید با توجه به این که ما در یک جغرافیای بسیار تنزا هم قرار داریم، یک طرف آمریکا، یک طرف روسیه، یک طرف چین، ایران، پاکستان، هند و کشورهای سایر کشورهایی که در اینجا همون منافع متضاد را دنبال میکنند، فکر میکنن افغان ها به یک اجماع ملی برسند تا سرنوشت خود را خودشون تعیین بکنند؟ امیدوار هستم که برسند، برای اینکه اگه سرنوشت ملی خود اینا خودشون تعیین نکنند باز اینا از بین میرند دیگه. از خاطر آل افغانستان
دیگه وقت ازید نداره که یک کسی افغانستان میگیره اشغال میکنه. نه. افغانستان این دفعه یک کسی گرفت، یک کس نمیگیره، چندین جای میگیره و تک تکش میکنه. باور شما این است؟ به تمام معنا، اگر اجازه بده. یعنی سناریوی بعدی فکر میکنید تجزیه است؟ به تمام معنا. سناریوی بعدی مطلق تجزیه است. باز دیگه افغانستان نمیباشه که باز ما شما بشینیم داد بزنیم که وای افغانستان. باز افغانستان از بین میره. پس آخرین چانس وحدت افغانستان همین دوره امارت اسلامی است که باید تقویت شود. بله. که نمیم با باید یک جای شویم، با هم دیگر دست بتیم، ما با هم دیگر یک جای شویم و این مملکت رو بکشیم. ای کی باید یک دست شویم؟ امارت اسلامی یک دست را بپسیم؟ امارت اسلامی، مردم افغانستان، زن و مرد، جوان، همه اقوام افغانستان. با زیر نام افغانستان، ما باید یک جای شویم و ما باید به دیگه باید کار کنیم. اگر نکنیم، ما میریم از بین. این فرصت را کی باید مساعد بسازه؟ خودم. ولی ما و شما که میخواییم، ولی فکر میکنیم ساختار کنی اجازه بده؟ از اون خاطر است که من بگم من باید اینا باید گپ زده شد. ولی شما را ما که یاد میکنم، ما که یاد میکنم در جای دنیا که ما باید بشینیم و در باره این مسائل گپ بزنیم و مر لعنت دنیا رو بر سر ما روان میکنن، از خاطر کدام چیز دیگه نیست. ولی با خانم سراج، شمایی که از خانواده سلطنتی هم هستند، شما در لابلای تاریخ افغانستان نام داشتین و به عنوان یک خانواده تاثیرگذار در افغانستان نقش شما همیشه برجسته بوده، در تاریخ افغانستان نام از شما یاد میشه. وقتی که مقامای امارت اسلامی حاضر نیست با شما ببینم، فکر میکنین که یک آینده درخشان در انتظار مردم افغانستان باشه؟ اگر همین رقم روان باشیم نه. نه، راستی که نه. اما امیدوار هستم که رقم نباشه. ما به پیش حال امیال بیچارگی ما با به حد شده که ما دیگه حال نمیتونیم که از اون چیزهایی که به دست داریم از اون کار بگیریم، باید بشینیم و دعا کنیم. دعا رو خداوند قبول میکنه یا نمیکنه و بالکل یک مسئله علاید است. این مملکت خو با دست ماست، این خو سرزمین ماست. ما خیلی باید بتانیم امرای اگر کار درست خود ما بشنیم فیصله کنیم ما چی میکنیم امرای این سرزمین. دیگه این چانس برای طالبای افغانستان با دیگه چانس دیگه نیست، برای هیچ کس نیست. تمام قصد این اینجاست. چیزی که مرا داره برباد میکنه و تک تک میکنه این نیست که مردم فکر میکنن کلی ندارن کس دیگه چانس. این نمی چانس ماست. یا ما دیگه نمیجا خدا میکشیم یک جای میشیم و ما خدا درست میکنیم یا نمیکنیم. اگه نکدیم بازی نمیست که کس هم را کس گپ نمیزنه، بازی نمیست که هر کسی که بخواه که این مسئله را پیش کنه که بیاینه میره به لحاظ خدا از رای مذاکرات و از رای جور آمدن میره درست کنیم بود بفق سر از او بزنن بگویم که ای خواهن است و ای بدبخت است. این می باز خلاص میشه دیگه امکانات گفت بایی میره. خانم سراج، یک بخش عظیمی از وحدت که ما شما میگیم، اگرچه یک واژه بیشتر بتونه انتزاعی باشه، میخوایم دیدگاه شما رو در مورد رهبران هم داشته باشیم، رهبرانی که در بیرون از افغانستان به سر میبرن، ولی یک بخش عظیم از معادلات افغانستان با اونها هم گره خوردن، چون سالها اونها در افغانستان بودن، 20 سال در حکومت بودن، آنچه که شما هم ذکر کردین، البته در 20 سال استعمار اونها حضور داشتن. میخوایم دیدگاه شما در مورد نوع نگاه های اونها هم داشته باشن. واقعا اونایی که در بیرون هستن میخواین که یک افغانستان صلح‌آمیز و یک افغانستان واحد داشته باشیم؟ شما ببینید همین مسئله را راستی بیاین که پیش خود کلاه خود بشینیم، لگوتای خود بگیریم، قاضی بسازیم، بشینیم کنیم. اگر همین مردم راستی میخواستند یک چیز برای افغانستان بکنیم، چرا تابان نکرد؟ همه امکانات را دسترشان بود، همه امکانات، چرا نکردند؟ اونا خو میگن که ما آزادی بیان را آوردیم، رسانه ها را آوردیم، حاکمیت قانون را آوردیم، پارلمان را آوردیم، نهادهای مدنی را تنظیم کردیم، حقوق بانوان را تامین کردیم، 25% سهم را برای خانم‌ها در پارلمان مد نظر کردیم. اونا حرفشون همین است. بله، حرفشون همین است. اما کل از این چقدر دوام کرد؟ دوام 24 ساعت هم دوام نکرد. تمام دوام از نمی 24 ساعت هم نبود. درست. چی را آوردن دامن افغانستان؟ راستی چی را آوردن؟ چی را آوردن اینا؟ این سوالی است که باید پاسخ بدن. باید پاسخ که چی را آوردین؟ چرا دوام نکرد؟ چرا یکی تان نیستین؟ چرا برآمدین؟ چرا رفتین؟ چرا ایلا کردین؟ نقطه نظر چی اگه تو بهش خدای چی نیستی؟ خدا گناهکار احساس نمیکنی؟ چرا افغانستان ایلا کردین؟ از کدام ترس؟ چرا کی میابد ما کم میگرفت؟ امیال خانهتان هم بجای است؟ داراییتان هم بجای است؟ کسی شورش هم نداده؟ کجاستین؟ و ایران میفهمین که این دفعه که دامن افغانستان در آمدین، مسئله از این نیست که طالب شما رو نمیخواید، ملت افغانستان شما رو نمیخواید. به خاطر از اینکه شما دامن از این 20 سال ثابت کردین که شما برای یگانه کسی که کار نکردین ملت بود. اگر ملت دامن از این مملکت باشه که شاید امورم دعوا کنین که نیست، فرض کن نیست،
اما هر کسی که هست اقوامتان نمیخواهیتان. درست خانم سراج، با توجه به حرفایی که شما زدین، پس مردم افغانستان به کی اعتماد بکنن؟ ای خدا، باور بکنین که اقدر اقدر یک سوال بجا هستی که درست میگه. راستی به کی بشین اعتماد بکنه؟ ما کیره بگوییم که کی درست است برای ما؟ امروز ببینین اطراف خود سلم میکنیم، ببینین چه هست. از این خاطر است که ما به حد اندازه چی کار داریم، یک قوت و ایمان قلبی کار داریم. ما خود راستی باید به پدر بر پروردگار عالم بسپاریم و بگوییم که الله به دل ما پرت اونم چیزی را که لازم است که ما باید ببینیم دنیا را مرقمی که است و خود بشناسیم برای زیکی کیستیم که باید شروع کنیم. غیر از او امیدی وجود نداره؟ غیر از او نداره. پس به رهبران کنونی هم نمیشه امید بست؟ به هیچ کس نمیشه امید بست. رقمی که روان است، اما اگر تغییرش بده، اما اگر تغییرش بده، اگر ما باز هم بتانیم که یک همبستگی ملی را دامن از این سرزمین به وجود بیاریم، کل فجان بتانیم امور با وجود بیاریم، بگوییم که نه، ما خوار برادر هم دیگر هستیم، ما این سرزمین میخواییم جور کنیم، ما این مملکت هم میخواییم جور کنیم. ما دیگه نمیخواییم که یکی دیگه خود بخیزیم بریم لب کنیم و بزنیم و بکنیم و خاطر از اینکه ما خواه حیوان نیستیم. چرا ما را میزنن؟ ما به این زدن بسار مقابل زدن ما یک اساسیت عجیب غریب پیدا کردیم جانم جدی. ما بسار ایره یک گناه فوق العاده احساس میکنیم که انسان آدم چطور میزن. ما اینی میکاره نکنیم، ما با هم دیگر یک جای شدیم، ما مشکلات خود بفهمیم، ما با هم دیگر دست بکیم، ما بگیم که نه، ما میخواییم افغانستان تغییر کنیم و بیاییم که بکنیمش. آخرای برنامه هم رسیدیم خانم سراج، یک سه سوال بسیار کوتاه کوتاه مطرح میکنم. اولی که شماها و سوال ما خاصتا به شما برمیگرده، برنامه شما برای بانوی افغانستان در ابتدا چیست؟ اگر روز تصور بکنین شما که میای مردم افغانستان به شما اعتماد میکنن که شما به عنوان نماینده مردم و خصوصا نماینده یک قشر آسیب پذیر به عنوان بانو یا قشر بانوان شما نماینده تعیین شوین، برنامه تون چیست؟ اولین کاری که ما میکنم، ما میخوایم که امرای تمام زامای افغانستان، هر کسی که هستن، ما امرای اونا بشنم، امرای یک گروپ مازن ها بریم و ما از اونا بشینیم گپ بزنیم که ما یک دفعه دمی روی میدان پرتیم کمی شما چی میخواین افغانستان، ما چی میخواییم از افغانستان. امیر یک دفعه ما یک برابر بکنیم، ببینیم که میخواسته های شما و خواسته های ما در کجا با هم دیگر برابر میه و در کجا با هم دیگر تضاد داره. اینا در هر جایی که اینا با هم دیگر برابر آمدن به این سر ازم کار کنیم، در هر جایی که تضاد داشتن او رو بانیم یک طرف. امیال آزر برزی که امیال آزر قصه ما دیگه چیز است، به این کمورا سر ازم کار کنیم، ببینیم که در جایی که ما برابر میهیم در کجاست، سر ازم کار کنیم، گپ بزنیم، جور بیاییم و ببینیم که ما قدم دوم ما چی رو میتونیم برداریم و این رو باید بحث به گروپ بکنیم. یک دسته از ماها، یک کتله از ماها، از زن و مرد و اینا و ما و کلگی باید در جای بشینیم و گپ بزنیم و بعد از او قدم ها رو برداریم، قدم به قدم به قدم باید پیش بریم. دامن از این باید امریکایی نباشه، زلمه خلیلزاده باید نباشه، دامن از این باید کسای دیگه نباشه، باید افغان ها باشیم، ماها باشیم، ما کل ما بشینیم گم بزنیم. ما که ماها میگیم، شما فکر می... من فکر میکنم که کسایی که در بیرون هست شما اونا رو هم شامل میسازیم. بله، چرا نی؟ اگه بخواییم دامن افغانستان بهند، چرا نی؟ حالا که مردم سر از اونا اعتماد ندارن، باز بهند دامن افغانستان حل فصلش کنیم. امیان هم بشینیم گم بزنیم، باز بهند دامن افغانستان حل فصلش کنیم. باز اگر راستی نداشتن، اگر راستی پایه نداشتن، باز افغانستان آمدن نمیتونن بگن بیغم باشه. اما اگر پایه داشتن، باز امرای مردم خود باز میتونن دامن افغانستان. درست. خانم سراج، یک نقطه بسیار کوتاه بخوایم که از شما بدانم، دیدگاه شما در مورد بانوان که تا دیروز داد از عدالت میزدن، داد از برابری میزدن، داد از مساوات میزدن، داد از حمایت بانوان میزدن، حالا در کشور الف و ب و جیم و دال زندگی بسیار راحت و آرام دارن، شما به عنوان یک بانو پیامتون برشون چیست؟ من به عنوان بانو پیام من برشون نیست که خوراکای ما هم کسایتان که بر آمدین و خواستین که برای این خدا انم رایتان خوب کردین که بر آمدین و کسای دیگه تان که
دمونجا برآمدین و میخواین بر افغانستان کار کنین، خداوند لای قوت به تیتانه که کار کنین. ما را تخریب نکنین، ما را تخریب نکنین، داخل تخریب نکنین. ای داخل ما مردم هایی که هستیم، ما بین ما یک جدایی رو نپردین، ما بین خود شما و ماها جدایی رو نپردین. باشین پشتبانی ما، مگر هوشتان باشه که شما به ممالک مختلف دیگه دنیا زندگی میکنین، ما در افغانستان زندگی میکنیم و افغانستان از خود مقررات خود، ترتیبات خود، قوانین خود و رای زندگی خود داره. بانین که ما یاد بگیریم که ما چطور دامن مملکت خود زندگی کرده بتاییم و با آرامی زندگی کنیم. بین خانم سراج، باور شما است که ماهایی که در افغانستان هستیم، همین شرایطی که پیش آمده و شرایطی که قرار است پیش بیاید باید خود را وفق بدیم، تغییرش بدیم و وفق بدیم، اردوش بکنیم. تغییر امکان پذیر هست؟ اینه بیدی که به دست ماست. حالا ما رو که اجازه نمیده، اجازه رو باید خود ما با وجود بیاریم. با عنوان آخرین سوال خانم سراج، میخوایم که جنبندی بحث را داشته باشم. با توجه به حرفای شیرینی که ما و شما با هم داشتیم، میخوایم بدونم که شما با عنوان یک بانویی که سالها در ساختارهای افغانستان آشنایی داشتین، با خارجی ها هم کار کردین و اکنون هم ممکن ارتباطات خوب یا دور و نزدیک داشته باشین با جناح‌های مختلف، دورنمای افغانستان را شما چی گونه بررسی میکنین؟ اگر یک سوال این گونه مطرح بکنیم بسیار خلاصه، یک سال بعد اگر ما شما در امین جا باشیم، یک گفتگوی داشته باشیم، صحبت از چی خواد کردین؟ مرا باور کنین که این سوال پارسال است پیش ما کرده بودم که یک سال بعد ما شما که اینجا می باشیم، نیفم یاد می نمه اگزکتلی کی بود، مگر این سوال از پیش ما شده بود بازی که باز با مسالگیری چی برابر می ما راستی فکر نمی کدم که اینمه قدر چی براتان بگویم قدم های منفی در حسی زن و این ملت برداشته شده، زنی کسایی که به سر ما قدرت داره که ما را امروز مخصوصا زن افغانستان به یالت برسه، ما را دارن اینا حذر میکنن تا با پارسال ما حذر نشده بودیم، اما آلو دارن راستی حذر میشه و رقم را که من میبینم قدم به قدم روان هستن که ما را از بین ما برن بیکنن و ای به حد اندازه برای ما باعث نارامی و باعث پریشانی حال ما میشه فوق العاده. و اگر اما تر دوام بکنه ما یک سال بعد دیگه باز در هیچ جای نمی باشیم که ما بتونیم، یک سال بعد اگه به می رقم دوام بکنم ما بودم مؤخر خود رسیده می باشه، باز وقت دیگه باز بالکل یک تصمیم دیگه کار می باشه، خاطر او تصمیم باز راستی ما بین مرگ و زندگی است. خیلی ممنون شما خانم محبوبه سراج، فعال حقوق بانوان که در بحث با ما حضور داشتن، خیلی ممنون شما. زنده باشین جانم. و همچنان یک سپاس ویژه شما دارم که تا این دم برنامه ما را دنبال کردین. تا دیدار دیگر، بدرود. Thank you.